زن منزل و بیرون از منزل با کدام خانم همسایه بود یا کسی بود که میشناخت صحبت داشت. من در داخل خانه هست متوجه شد که زنش یک ساعت هست یک و نیم ساعت هست در دان دروازه گرد میزنه. گفت وازن امور بخوای داخل خانه خوب نیست. گفت که وقت نداره میره. خدا یک نیم ساعت هست تو گرد میزنی داخل خانه. متوجه شد که دخترشان که تلیفون هم گرفته. گفت دختر یک ساعت هست تو هم گرد میزنی ای کی هست؟ گفت کدامه هست تلیفون غلط کرده. گفت این میرسیست. بعض دوستای ما از محترم شیرجان سایز تقاضا کردن که با سر استیج بره و چند تا شاهنگ بخوانند. به افتخارشان. Thank you.
هستم، شکیب جان سایز و شفیع جان حنیف. یک جهان تشکر و از دوستایی که محفل ما را گرمی زیادتر بخشیدن هم تشکر. رقصش هم فکر میکنم سر من خود تاثیر کرد، شاید سر شما هم تاثیر کرده باشد. مگر فکر میکنم شما مثل من باره به جرات هستید. میگه که یکی از آدم ها یک مرد رفت خانه دوست خود. قبل از اینکه در خانهش داخل شود، دروازهش نشته بود که قبل از داخل شدن بوتایتان را پاک نمایید. سعی کرد، نظافت داره یا داخل شد. خب سلام علیکی و تو گفتار شیشتم. دید که تو را حالا از تو گدودیز در خانه ازی که نظافت خواهی چوجود اصلا نداره. یک چیزی آف نمیشه، تلفون آمد، یک ساعت زدم تلفون آف نمیتونستم. خب، از خانه که برامن قلم خود کشید، نشته کرد که لطفاً، نشته بود، لطفاً گوتایتان را پاک نماید. شکت قبل از خارج شدن از بیرون که در خانه از بدار بود. میگه یک محفل ادبی بود که در او شعرانی زندا و علاقمندان و فریفتگان هنر و ادب تشریف آورده بودند. آنان داده شد که شاعر و نویسنده که وجود دارد نامش گرفته شد، گفت تشریف بیارم و شعرگونه خود را تقدیم علاقمندان کنم. این محترم با قد متوسط، ماهای ماش و برنج، قدمهای شمارده نزدیک میکروفون آمد، گلویش صاف کرد و با صدای گرم شروع به حرف زدن کرد. گفت به من شما اجازه دادین، از شما یک عالم تشکر. شما استادان، سخنوران و شاعران گرانمایه و قلم بدستان. من شاعر هستم، مگر خودم شاعر نمیگم، نویسنده نمیگم. و از اینکه در این محفل بنده ناتوان اجازه دادید که بیایم و شعرگونه را خدمت شما اجرا کنم یا بخوانم، من از قرائتش شرمسار هستم. اگر سرودیم آری از وزن قافی است، اگر زیبایی و هیرویی خود ندارد، مرا شما به بزرگیتان ببخشید. از میان جمعیت یکی صدا کرد، گفت بده، در صورتی که وزن نداره شعرت، زیبایی نداره و شاعرم میگی نیستم، خب لازم نیست که این مرد خود شعرت رو بخونی. یکی دیگه گفت بده، با هم که بخونم. گفت که من در 20 میلیون مردم که از پل خود شاعر میگه، من اولین دفعه است که یک نفر میبینم و میشنم که خدا میگه من شاعر نیستم، نویسنده نیستم و شعر من او چیز نداره که شعرهای دیگه شاعر داره. یکی گفت که بیده بانش، یکی گفت که نمانش. خب گفت در گیرودار رو کشمکش کشید و همی شاعر محترم دوسیگک خود قم کرد و آهسته از تالار خارج شد و هنوز هم این کشمکش و گیرودار ادامه داشت. میگفتن بخونه و نخونه و کسی متوجه برآمدن شاعر محترم نشد. تشکر. میگه معلم راجع به پوست گاو گپ نزده است. گفت پوست گاو فایده زیاد داره، ازش بوته میسازن، ازش دستگاو میسازن، بسیار چیزا ساخته میشه. گفت مامو جان بخیر، مامو خیر. گفت که میخوام از برکت کدام ایوان این بوته در پای داری؟ گفت از برکت پدره. از جوانان که شانگرگاهشون میپرن قرار نمیتونن بگیرن، میتونن که دستر استیج بین و شانگرگاه خود بپرن دیگه. اما تو نشه. میگه ده که از محفل های عروسی خواننده آهنگ شاد میخواند و در ضمنش موزیک شاد مینواختن و یک چند تا بیادرهایی که بچه هرس معتاد بودن می رسیدن.
میرسیدن امی خواننده یک آن دو آن سه آن چهار آن یا هیچ میدان اعلان نمیکردن. برایشان یکی از موسر کرداشان گفت که بیادر بر ما فرمایشی آمده، از شما خواهش میکنه شما در جایتان بشینید که من این آهنگ فرمایشی رو بخوانم. یا خوب یک گروه بودن اما تو را متصل خانده بود یک سعی کرد گفت کدی کدی سازد گفت رفیقا رفتیم به ساز. حتی در وقتی که ساز هم نبودن اعلان نمیکردن که بازه تو نشه دیگه. صحیح؟ از طرف نادر جان تقاضا میکنیم به همکاری شفیع جان علی که آهنگای شادتر بخوانن و بنوازن و استا میگن این دی گرچه خارجایی بازو بخوانیم به افتخارشان بازو بخوانیم. Thank you.
پر رنگ کف زنیم از خارش بجان علی. نواختن طبله بسیار مشکل است. در نظر تو میگم که سکتی زنم. خدا از دلش خبر دارم.